باهره یزدانپناه هستم. سلام می کنم به همه شما دوستان و همراهانمون در برنامه. همطور که می دونین برنامه های پخش زنده اینستاگرامی کمیته مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی در روزهای چهارشنبه بود، ولی امشب برنامه ویژه‌ای داریم به مناسبت اینکه فردا ولنتاین هست و برنامه رو برای روز شنبه گذاشتیم. همطور که میدونین فردا ولنتاین هست، روز عشق و دوستی، روزی که هر کسی به عشقش، خانوادهش، دوست داشتنش رو یه جوری نشون میده، با شاخ گلی، بوسه‌ای که کنارشون بودن. و این رو باید در نظر داشته باشیم که ما الان کسانی رو داریم در زندان‌های جمهوری اسلامی که سال‌های سال هست از مرخصی محروم بودن و عزیزانشون رو ندیدن، در کنار عزیزانشون نبودن، عزیزانی که در این زندان‌ها از حق اولیه خودشون، دارو و درمان و مرخصی محروم بودن. ما می‌خوایم یادی کنیم از این عزیزان و برنامه امشب از این لحاظ ویژه است که اولا روز شنبه پخش میشه و دوم این که برعکس همه برنامه‌ها روال عادی که من سوال میپرسیدم و مهمانان عزیز برنامه جواب میدادن، امشب من سوالی نمیپرسم و میخوام که دوستان و عزیزانمون، مسئولین کمیته مبارزه برای زندانیان سیاسی و همینطور برخی از فعالین این کمیته بیان و پیام خودشون رو در برای این روز به ما بدن. خب من اول بدون هیچ ادامه دادن صحبت، برای اینکه دوستان بیشتر میخوام صحبت بکنن، ابتدا امیدوارم که حاضر باشم پریسا پوینده عزیز، مسئول کمیته مبارزه برای زندانیان سیاسی، ازش میخوام که بیاد و صحبتهای خودش رو برای ما بگه. بله، من ازشون دعوت کردم. منتظر میمونیم که پاسخ دعوت ما رو بدن. سلام میکنم به همه شما عزیزان. سلام و خوش آمد. سلام. باره عزیز، سلام به شما و سلام به همه دوستان عزیزی که الان دارن دنبال میکنن این برنامه رو یا اینکه بعدن این برنامه رو میبینن. من هیچ سوالی نمیکنم، هیچ چیزی نمیگم و میخوام که خودت برای ما پیامت رو، صحبتت رو در این روز و به مناسبت ولنتاین بگی. مرسی. مرسی. مرسی از شما و مرسی از همه عزیزانی که الان همراه ما هستن. راستش از ولنتاین گفتن و در مورد زندانی سیاسی حرف زدن، بخشید من از اول قضیه دارم احساساتی میشم، یه ذره سخته، برای اینکه وقتی که شما نگاه میکنی به تمام دنیا توی این روز از عشق و دوستی و محبت به همدیگه حرف میزنن و سعی میکنن که بتونن عشق و دوستیشون رو یک طوری با هم دیگه به اصطلاح تقسیم کنن، اما اونجایی که به زندانیان سیاسی عزیز ما، من باید بگم، برمیگرده، ما میبینیم عزیزانی که صدای اعتراض جامعه هستن، عزیزانی که به خاطر کوچکترین و یک میلیمتر حقوق زنان، کودکان، کارگران، معلمان در زندان هستند، دانشجویان در زندان به سر میبرند، نه تنها در زندان به سر میبرند بلکه
این عزیزان، حالا امروز ما شاهد این هستیم که با به اصطلاح پرونده سازی های جدید، با پاپوش‌دوزی های جدید رژیم مواجه میشن و بعد به خاطر شرایط بد زیستی که باش روبرو میشن و خیلی آگاهانه به اصطلاح تحت این شرایط قرار میگیرن، به بیماری های متعددی دچار میشن و باز هم آگاهانه از مداوا و دارو و درمان محروم هستند و به سلام بی نصیبن با هزار در اثر شکنجه های جسمی و روحی با بیماری های بسیار متعددی روبرو میشن و از همه بدتر اینه که با بردن به بهداری زندان، با دادن یه قرص یا دو قرص دوباره اونا رو به بند برمیگردونن و اصلا اهمیتی نمیدن به وضعیت و شرایط زندانی سیاسی بیمار. ما الان فکر میکنم 2 سالی میشه آرش صادقی رو داریم که من واقعا الان نمیدونم که آرش تو چه وضعیتی، و همین حالا میبینیم آرش صادقی که با سرطان داره دست و پنجه نرم میکنه برای گلرخ مینویسه، گلرخی که الان خودش با بیماری های متفاوتی روبروه. آتنا دائمی رو داریم که با بیماری های متفاوتی روبروه، ولی بهش میگن اگه میخوای بیای بری بیمارستان باید دستبند و پابند به دستبند بزنیم و لباس زندان بپوشی و به صلاح این کارو نمی کنه. یعنی زیر بار این تحقیر نمیره و باز با خشونت روبرو میشه. خب همه اینا ما در رابطه با زندانیان بیمار اگر بخوام یک نمونه خیلی بارز و روشن رو بیارم، ما محمد جراحی کارگر زندانی رو به صلاح هم با مرگش روبرو شدیم که محمد جراحی در زندان باز به اون هم به سرطان مبتلا شد و جمهوری اسلامی و عوامل و مقامات و مسئولین زندان اصلا وقعی نگذاشتن برای بیماری اون و دیگه زمانی که می دونستن یک کسی مثل محمد جراحی امیدی به زنده بودنش نیست و از بین خواهد رفت، آزادش کردن. خب محمد جراحی تقریبا فکر میکنم نزدیک به کمتر از 1 سال بعد از اینکه آزاد شد زنده بود، ولی توی همون زمان هم حرف زد، صحبت کرد و به اصطلاح اون رسالت آزادی خواهی خودش رو باز هم با در کمال بیماری به جا آورد. شاهرخ زمانی رو داشتیم که بسیار سالم بود و این خیلی روشن بود و همه می دونستن که شاهرخ زمانی رو گفتن سکته کرده، ولی خب می دونستن، همه اینو می دونیم و خیلی روشن بود که در اثر سیاست های خودشون و معلوم نیست بر اثر چه دسیسه‌ای شاهرخ زمانی در زندان به قتل رسید. ما مثل کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی محرومیت به صلاح زندانیان سیاسی بیمار از دارو درمان رو و از بین رفتنشون رو اسمش رو قتل خاموش گذاشتیم، به این معنا که جمهوری اسلامی میترسه که اعدام بکنه و به همین معنا به خاطر فشارهای بین المللی به همین معنا زندانی سیاسی رو در بدترین شرایط قرار میده و محروم از دارو و درمانش میکنه و به اصطلاح به قصرش میرسونه. نمونه های من فکر میکنم اگر یک دوری به اصطلاح بزنیم تو تمام زندانیان سیاسی بیمار میبینیم با این روبرو خواهیم شد که اکثرا بیمارن. اسماعیل عبدی، جعفر عظیمزاده، مجید اسدی، من چند وقت پیش با خبری در مورد اون روبرو شدم، راحله احمدی، سبا پردفشاری و ده ها و ده ها زندانی سیاسی دیگه ای که بیمارن، با بیماری دست و پنجه نرم می کنن، اما باز هم در از زندان صدای اعتراض جامعه. به همین معنا ما امسال ما کمپینی داریم با نام نگذارید
قلبشان از تپش بازیستد که یکی از کمپین های بزرگ ماست و حالا در امسال به عنوان باز روز والنتاین چند بار این کار کردیم، اکتیوش کردیم و با نام و یاد زندانیان سیاسی بیمار و من امیدوارم که مردم همینجا دوست دارم از همشون یاد کنم، همینجا دوست دارم به تمام خانواده های عزیزشون و همراهاشون درود بفرستم و امیدوارم که مردم در ایران خانواده ها این زندانیان رو تنها نذارن در روز والنتاین، همینطور با یک شاخ گل و پیامی برای این عزیزان اونها رو یاد کنن. مرسی از صحبتات فریسا جان. صحبت دیگه ای نداری؟ چون گفتم من امشب سوالی نمی کنم. آره نه عزیزم، نه، مرسی از خودت، مرسی. میخوام تشکر کنم همینجا از خودت و تمام همکارام در کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که واقعا گل کاشتن، دست همشون درد نکنه تو این مدت، شبانه روز همه زحمت کشیدن و ما تونستیم پسترای بسیار زیبایی با عکس تمام زندانیان بیمار رو تهیه کنیم. کلیپ بسیار زیبایی دیدم اکتیویست و فعالین کمیته تهیه کرده بودن که خیلی زیبا و خوب بود. یه خسته نباشیدم به همه شما میگم و مرسی که منو تو این برنامه داشتید. مرسی عزیز، مرسی. امیدواریم که یه گوشه کوچیکی بتونیم، حتی اگر شده گوشه کوچیکی رو پر بکنیم برای انعکاس، در واقع این نیست که بگیم صدای اونها باشیم، اونها خودشون صداشون رساس، ما هم انعکاس صدای زندانیان سیاسی عزیزمون باشیم. هر کار کوچیکی اون لذت رو به ما میده، اون ما رو از ته دل خوشحال میکنه که منم تونستم کاری بکنم. این خیلی خوبه برای ما، کار زیادی نیست که انجام دادیم. مرسی از اومدنت عزیز، ممنون. مرسی عزیزم، مرسی از شما. خب عزیزان، بدون هیچ صحبتی میریم به سراغ مهمان عزیز دیگر برنامه، شیوا محبوبی عزیز، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. شیوا جان اگر هستی لطفاً یک پیام بده تا من بتونم تو رو دعوت کنم. قبل دیدم ولی خب بله، ممنون. اوکی، سلام و خوش آمد میگم شیوا جان. سلام میکنم به شما، امیدوارم. من همیشه مشکل دارم با اینستانس، سرم پیدا نیست، امیدوارم حالا پیدا باشه. باز باید دورتر بذاری ولی الان کامل سر خوب پیدا. ما یه ذره دورترش میکنیم ببینیم اوکی هستش. عالی، اوکی، عالی. خب منم سلام میکنم به همتون، خیلی خوشحالم این برنامه هممون میتونیم شرکت کنیم و امیدوارم بتونیم در آینده لایف بذاریم که کسانی که شرکت میکنن در بحث ها هم باشن. عالیه. خب گفتی سوال نمیکنم، سوال من نمیپرسم. شما صحبت بکن. اوکی، من میخواستم بگم اولا که ببین بعضی روزا خیلی روزای احساسی هست، به قول انگلیسی یا emotional هست. شدم من یادم اولین باری که چندین سال پیش این کارزار نگذاری قلبشان از تپش باز ایستد رو گذاشتیم، یه چیزی که همیشه یادم بود، این زوجایی بودن که در زندانن، یا یکیشون در زندانن یا هر دوتاشون در زندان هستن. خب آدم بالاخره مخصوصا تو کشورهای اروپایی دور و برش رو میبینه، آدم ها خوشحال با هم هستن، برا هم کارت میفرستن، همیشه یه جای دل آدم خیلی درد داره که اینکه چرا مثلا باید یه عده به خاطر اینکه توی کشوری هستن زندگی میکنن که رژیمی مثل جمهوری اسلامی حاکمه، باید واقعا جوانیشون و زندگی مشترکشون رو تو زندان بگذارن. یکی از اون نمونه ها که دیگه فکر کنم همه بشناسیم آرش صادقی و گلرخ ایرایی هستش که من فکر میکنم بیشتر از زمانی رو که این دوتا با هم زندگی کردن در زندان گذروندن در سالهای مختلف.
و مثلا همین الان حدود 16 ماه حتی حق اجازه تماس تلفنی نداشتن، ولی فقط اونا نیستن، کسای دیگه مثلا مثل یکی مثل مریم اکبری منفرد چندین سال بچهش رو ندیده، سهیل کسیه که اصلا اجازه نداشته یه روزم مرخصی داشته باشه. بعد ما کلا میخوام یه توضیح بدم برای عزیزانی که شاید تازه با این کمیته آشنا شدن، چرا هشتگ نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد استش. ما سال 2013 بود که فکر کردیم وقتی که همه این گزارشات از زندان به دست ما میرسید، مخصوصا با زندان رجای شهر شروع شد، وقتی که به دستمون رسید دیدیم رژیم همیشه محروم کرده از دارو و درمان. خود منم تو زندان بودم، بارها داروی های مختلف رو بهم ندادن، ولی دیدیم وقتی که جمع کردیم این گزارش ها رو از زندانیا و خانواده ها، دیدیم یه حالتی هستش که انگار سیستماتیک تر دارن این کار رو میکنن، و شروع کردیم در موردش با اتحادیه اروپا جاهای مختلف گزارش فرستادن و همه این کارا رو کردیم. همون موقع یادمه یه سری از دوستان میگفتن که خب آخه این خیلی فرق نمیکنه، همیشه این کارو کردن. ما مرتب اتفاقا تو کمیته میگفتیم این اتفاقی نیست، این انگار یه کار سیستماتیک دارن میکنن، محروم کردن زندانی از دارو و درمان و قرار دادنش در یک شرایطی که جونش رو از دست بده و بگن این یه مرگ طبیعی بوده، که تا حالا پریسا پوینده به چند نفر اشاره کردن. و چیزی که هستش، خب ما فکر کردیم و شروع کردیم این کارزار رو شروع کردیم، اسامی زندانیانی رو که محروم از دارو و درمان هستن به سازمان‌های جهانی ارائه دادیم. یعنی واقعا اینقدر فشار آوردیم، کسانی هم که این رو جدی نمی‌گرفتن جدی گرفتن، و یکی از موفق‌ترین کمپینا بود. چرا که اون موقع ما احمد شهید سر در واقع گزارش کرده ویژه بود که مرتبا در تماس بودیم و گزارش می‌فرستادیم، که همون موقع اینقدر این ادامه پیدا که من یادم حدود نزدیک به 3 ماه ما از 10 اکتبر 2013 تا 10 دسامبر ما هر روز عکس و مشخصات یه زندانی محروم از دارو و درمان رو همه جا پخش میکردیم، گزارش میفرستادیم. اینجوری اگه خیلی طولانی حرف زدم حتما بگید، نمیخوام وقت بگیرم. فقط فکر میکنم مهمه که چرا والنتاین، چرا این هشتگ همین دیشب تویتر و طوفان تویتری بود. به خاطر همین به هر حال کاری کردیم که برای اولین بار، اون موقع یادم بنکیمون رئیس یو ام بود، مجبور شد در گزارشی که داره، خب طبعا از طریق احمد شهید، خیلی مشخص یه پاراگراف رو بذاره برای زندانیان محروم از دارو و درمان، و این خیلی موفقیت بزرگی بود، چون این رو تثبیت کردیم که محروم کردن زندانی از دارو و درمان یک اتفاق ساده نیست، سیستماتیکه. میخوان زندانی رو در واقع از بین ببرن، و اسمش رو گذاشتیم قتل خاموش، اعدام خاموش. و بعد از اونم بود، یکی دو سال بعد از اون، عفو بین‌الملل یه گزارشی خیلی خوب در رابطه با وضعیت زندانا و محرومیت از دارو داد. و این چیزی بود که ما از سال 2013، حالا تقریبا چقدر نزدیک 7 8 سال ما ادامه دادیم. همین دیشبم هم دوستانی که در توییتر بودن احتمالاً دیدن که توییتر یکی از دوستان اینجا تذکر داد، گفت مراقب باشیم مثل دیشب هشتگ رو اشتباه نزنیم، چون یه دوگانگی پیش آره، اومده بود، یکی تپش با ت دسته دار، یکی تپش با ت دو نقطه میذاشت. به هر حال شاید به معنی باید بیشتر دقت میشد. به هر حال حالا شرایطی که هستش ما اینو ادامه دادیم، چون ببینید محروم کردن زندانی و کشتنش از اون طریق کم هزینه ترین چیزه برای جمهوری اسلامی در سطح دنیا، نمیتونه بگه اعدامش کردم، میگه مرگ طبیعی داشته، مثل محمد جرایی که همینو گفت، مثل افشین اوسانلو اگه خاطرتون باشه، اینا کسانی هستن که جونشون رو از دست دادن، مثل خیلی های دیگه. ما خیلی روی این قضیه در واقع کار کردیم، و همین الان هم شما نگاه کنین یکی مثل ارژنگ داوودی که سالهای سال در زندان هستش، مثل خیلی های دیگه، مثل آتنا، مثل زینب جلالیان داره بیناییش رو از دست میده. یعنی ما همون موقع یه سال بعد از، یعنی فکر کنم 2014 یا 15 بود، فکر کردیم ما باید از یه مناسبتی استفاده کنیم که این قضیه رو برجسته کنیم، و فکر کردیم چه مناسبتی بهتر از روز ولنتاین یا روز عشق، روزی که همه دارن به هم عشق میورزن. خب این کسایی هستن که پیش هیچ عزیزشون نیستن،
مثلا شما یکی مثل زندانی های مختلف، حالا یکی دوتا رو نمیخوام اسم ببرم، همشون در واقع بهنام محجوبی یکی از اون کیس های اخیر هستش. خب وقتی شما این قضیه رو نگاه میکنین، فکر کردیم خب بعد اومدیم تو همه کشورها، موقع کرونا نبود البته، آکسیون گذاشتیم، این شکل قلبا رو درست کردیم و گفتیم که ما میخوام از هر کسی یکی از اسم یکی از زندانیا رو بنویسه و بگه که من نمیذارم قلبش از تپش بازیسته. همینطور تو شورای نشست شورای حقوق بشر در کمیسیون های جانبی این رو ارائه دادیم. به هر حال سرتون رو در نیارم، منظورم اینه جهت اطلاع عزیزانی که حالا این برنامه رو میبینن یا بعدن، این یه سابقه طولانی داره و به خاطر همین وقتی که ما حالا نگاه میکنیم وضعیت در زندان ها نه تنها بهتر نشده، بدتر شده، به شدت بدتر شده. و شما فقط میتونید تصور کنید مادر و پدری رو، مثلا خونواده آرش صادقی رو، آرش متاسفانه سرطان داره، خونواده رو که ببین، شما وقتی که مادر هستین یا پدر هستین، بچهتون دستش ببره قلبتون میریزه. حالا فکر کنید بچه‌ای که توی اونجا هست بدترین شرایطو داره، بدترین دردو داره. آرش صادقی یه بار که اون موقع من تو تلویزیون باش مصاحبه کردم، یه بار میگفت که عمدن قرص مسکن بهش نمیدادن به خاطر اینکه درده بشه شکرجه براش. خب وقتی که شما اینا رو نگاه میکنین، وقتی که تمام اینا رو نگاه میکنین، میبینین که یه قصه و ما این رو میخوایم، در واقع میخوایم توجه مردم رو بیشتر جلب کنیم. من نمیخوام بیشتر از این حرف بزنم، صحبت زیاده، توجه مردم رو جلب بکنین، فقط برای چند لحظه خودتون رو جای اون خانواده بذارین. وحشتناکه، وحشتناکه و نتونیم. و در نتیجه برای همین از همه میخوایم امروز فردا در کنار خوشیهای خودشون، ما تشویق میکنیم همه عاشق باشن، از زندگی لذت ببرن، تمام اینها در کنارش بتونن یه توییتی، یه کلیپی، یه چیزی پر کنن که بگن که صدای این عزیزان هستن. چون به نظر من این موضوع جدی هستش در زندان ها. من خیلی حرف زدم، خواهش میکنم. اگر عالی بود، به این توصیه خیلی خوبی بود، یک توییت، یک کلیپ کوچیک، خیلی عالیه. و همینطور من یه چیزم اشاره کنم، امیدوارم اینجا من الان سعی میکنم بذارم، ما یه تومار داریم، از همون سال 2013 شروع شد، یه تومار داریم در حمایت از زندانیان محروم از دارو و درمان. اینو پخش کنیم، بنویسین، اینو خیلی مهم هستش. بله درسته. مرسی، مرسی از شما شیوا محبوبی عزیز، ممنون که اومدین. خواهش میکنم، مرسی از شما. خب بی هیچ صحبتی به سراغ مهمون بعدی میرسیم. سهیلا دالوند عزیز، مسئول عرصه ها در کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و همینطور اگر برنامه های تلویزیونی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رو دیده باشین در تلویزیون کانال جدید، حتما باهاش آشنا هستین. سهیلا دالوند عزیز، من میخوام که یه پیام برام بفرستی تا بتونم تو رو دعوت بکنم به برنامه. ممنون میشم. بله سویلا جان، من دعوت رو برای شما فرستادم، فقط شما میتونید اکسپتش میخواد بکنی، کافیه؟ بله، چون من پیدا کردم، منتظر هستم که بیای. سلام و خوش آمد میگم به. سلام میکنم به شما عزیزان، خسته نباشین، واقعا ممنون از شما با این برنامه عالیتون که امروز به یاد زندانیان محروم از دارو درمان امروز اینجا برگزار کردیم. من یه راست شیوه عزیز و پریسای عزیز نکات خیلی خوبی رو برجسته کردن که این کمپین اساسا کجا شروع شده، چجوری، به چه نیتی و الان در چه سطحی داره پیش میره. من میخوام یه جوری دیگه رو مسئله ولنتاین صحبت کنم. راستش همیشه مناسبت ها فرصت های خوبی هستش که یاد عزیزانمون رو گرامی بداریم یا بیادشون باشیم در هر نقطه ای که هستش، چه دور چه نزدیک. و امروز میدونیم که فردا روز ولنتاینه، روز دوست داشتن، روز عشق ورزیدن، روز دوستی، محبت، روزی که آدم ها دوست داره عزیزانشون رو بغل بگیرن، بوسشون کنن و احساسشون رو بهشون بیان کنن که ما
دوست داریم شما رو و این خیلی زیباست. این یه بخشی از زندگی انسان ها هستش و باید این تقویت بشه. ولی متاسفانه میبینیم از روزی که جمهوری اسلامی سر کار اومده هزاران هزار انسان به خاطر اینکه اندیشه متفاوت دارن، بیان متفاوتی دارن، به خاطر دفاع از انسانیت، کرامت انسانیت در زندان ها به سر میبرن و طبیعتاً علاوه بر شکنجه ها، علاوه بر اذیت و آزارها، دوری از خانواده ها هم باید تحمل کنن. خب زندان های چیزی که خیلی مشخصه، علاوه بر میگم تمام احکامی که براشون صادر میشه، از شلاق، از نمیدونم تنبیه های انفرادی تو زندان سلول ها، مسئله‌ای که به نظر من خیلی جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک به همونجور که شیوا در صحبتاش اعلام کرد، صحبتش کرد، یک شکنجه سازمان یافته و سیستماتیک هستش به نام محرومیت از دسترسی به دارو درمان. یعنی به این وسیله یک قتل عام خاموش در زندان‌ها داره راه می‌اندازه. چون خب زندان‌ها بنا بر شرایطی که دارن، زندانیان از غذای مناسب، از فضای مناسب، از امکانات سالم، از بهداشت محرومه و طبیعتا بر اثر شکنجه و شرایط زندان دچار بیماری های وحشتناک و بعضا بیماری های خطرناک باعث مرگشون میشه. ما کم نداشتیم، اشاره کردن دوستان، محمد جرایی رو داشتیم که پریسا جان اشاره کرد که به خاطر محرومیت از دارو درمان مریضیش شدت پیدا کرد و متاسفانه باید اینو روش تاکید کنم که بعد از مدت کوتاهی از آزادیش باید بگم به قتل رسید. چون وقتی زندانی محروم از آمدانه و قصدن از امکانات دارو درمان محروم میشه، یعنی اینکه تو دست به قتل یک انسان میزنی. یعنی جمهوری اسلامی با محرومیت زندانیان از دارو درمان داره فیزیکی اینا رو از بین میبره، اینا رو به قتل میرسونه. چون میدونه با کشیدن زندانیان عملا چیه؟ عملا دنیا باش برخورد میکنه برای اینکه بتونه یه بار خودش سبک کنه و به راحت جوری که شیوا اشاره کرد خیلی راحت زندانیا رو بدون دردسر و بدون خرجی از بین ببره، محرومشون میکنه از دارو درمان. بس به نظر من خیلی مهمه که در این روز هر کدوم، هر کسی که واقعا قلبش برای انسانیت میتپه، برای آزادی خواهی میتپه، صدای این زندانیان باشه و اعلام کنه که ما با شما هستیم. من فکر میکنم وظیفه تک تک ما، وظیفه تک تک کسانی که میگم صحبت از اینکه کرامت انسانی میکنن، صحبت از یک زندگی خوب برای همه انسان ها میکنن، وظیفهشون این هستش که صدای این زندانیان باشه. نه تنها صدای این زندانیان، به نظر من با خانواده اونها رو هم از یاد نبریم، چون خانواده اونها به همان شدتی که زندانیان تحت فشار قرار دارن، عذاب میکشن، شکنجه میشن، اون هم دارن شکنجه میشن. در این روز به سراغ خانواده هاشون بریم و بهشون بگیم درسته که این عزیزان در کنار ما نیستن، ولی قلبا و فکرا با ما هستن و تلاش میکنیم که صدای اونها باشیم و تلاش میکنیم که اونها رو از بند زندانهای مخوف جمهوری اسلامی نجات بدیم. و یه چیزی که میخوام در آخر صحبتام اشاره کنم این که همون کمپینی که راه افتاده به عنوان این که نگذارید قلبشان از تپش باز ایسته، اینو یاری بدین، برین امضا کنید، پخشش کنید و صدای زندانیان محروم از دارو درمان در روز ولنتاین باشید. ممنون از اینکه منو امروز همراه خودتون داشتید. مرسی سهیلا جان، مرسی که دعوت رو قبول کردید. ممنون از شما. خب از دوستان و فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی دعوت میکنم. نگار نادری عزیز، اگر هستی لطفاً یک پیام کوتاه به من بده تا من بتونم دعوت رو برای تو بفرستم، ممنون میشم. یا اینکه شاید بتونم خودم پیدا بکنم. بله تونستم. سلام، خوشحال میگم به ممنون بهار جان، مرسی از اینکه دعوت کردی منو از برنامه و من هیچ حرفی نمیزنم.
ممنونم ازت. خب همه عزیزان همه حرفا رو زدن، واقعا دیگه چیز اضافه تری نمیمونه به غیر از این که واقعا باید یادمون باشه عزیزانی که الان توی زندان هستن و زندانیان سیاسی هستن، انسانهایی هستن که واقعا محبت خودشون رو از ما دریغ نکردن، یعنی صدای همه جامعه شدن و به خاطر همه ما الان توی زندان ها هستن، به خاطر دفاع از حقوق اولیه ما که توسط جمهوری اسلامی گرفته شده و حق ما بوده ولی از ما گرفته شده و دریغ شده و الان به خاطر ما، نه فقط به خاطر خودشون، فقط به خاطر ما توی این زندان ها هستن. و ما تنها کاری که میتونیم برای این عزیزان انجام بدیم، حالا امروز روز ولنتاینه و یک روز نمادینه برای عشق ورزیدن و محبت، همین جوری که گفتن دوستان، بریم به خانواده هاشون سر بزنیم و صدای خودشون باشیم. به نظر من بهترین محبتی که میتونیم در حق خودمون، هممیهنانمون و این عزیزان انجام بدیم اینه که راهشون رو ادامه بدیم، نذارین که کاری که اینا کردن و الان توی زندان هستن و دارن شکنجه میشن و از حال بیمارن، از دارو محرومن، از درمان محرومن، واقعا راهشون بیهوده باشه و این همه درد و دارن تحمل میکنن خودشون، خانواده هاشون، ولی بی ثمر باشه. و تنها کاری که ما میتونیم، بهترین کار به نظر من اینه که صداشون باشیم و راهشون رو ادامه بدیم تا به اون چیزی که حقمونه برسیم، حق همه مردمه، حق تمام مردم دنیاست به نظر من، و اون آزادیه، آزادی بیان، آزادی پوشش. خب کسایی داریم مثل صبا گردافشاری که به خاطر حجاب اجباری به زندانی مدت طولانی تقریبا 20 خورده ای سال محکوم شد به زندان. خب این واقعا خیلی فجیعه، مادرش توی زندانه و خیلی دردآوره که توی همچین روزی یا توی بقیه روزای زندگیمون ما ببینیم که یه مادر و دختر هر دو در زندان، از هم جدا، از خانواده و جدا، و همه عزیزان هم همینجور. و من آرزو میکنم که همه ما که گوشه ای از اون محبتی که اونا داشتن در حق ما رو داشته باشیم و راهشون رو ادامه بدیم و صداشون باشیم. مرسی نگار عزیز. سخن دیگه ای نداری؟ نه متشکرم. مرسی که اومدی. قربانت. خب من از شرر کنور تبریزی، فعال دیگری از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، دعوت میکنم که به برنامه بیاد. فقط اگر ممکنه یه پیام به من بفرستید که من بتونم شما رو دعوت کنم. ممنون. منتظر میمونیم تا دوستمون بیان. سلام و خوش آمدید. متشکرم، سلام میکنم به شما و همه عزیزانی رو که حضور دارن. روز ولنتاین خیلی سخته که در این مورد صحبت کردن، خیلی دردآوره در این مورد صحبت کردن، علل خصوص زندانیانی رو که الان محروم از دارو و درمان هستن. حالا ما یک قدم عقب‌تر برگردیم، ببینید خود شرایط زندان باعث بیماری میشه، کیفیت بسیار پایین غذا، نبوده ورزش، نبوده امکانات و فشارهای روانی. از اون سو اینها به این طریق افراد رو بیمار میکنند و بعد از دارو درمان محروم میکنند. آرش صادقی وقتی که به زندان رفت یک جوان سالم بدون هیچ مشکلی بود و الان با این شرایط اونجاست. بهنام مهجوری درویش گنابادی وقتی به زندان رفت یک آدم سالم، توانا، سرحال، الان وضعیتش طوریه که گاهی اوقات حتی اطرافیان خودش رو نمیشناسه، صحبتهایی میکنه که اصلا حالت هذیان داره،
یک بار گفته بود که چرا از یکی از دیگر از دراویش که باش تماس گرفته بود، حتی پرسیده بود که چرا برادرم نمیاد منو ببینه در حالی که بهنام محجوبی اصلا برادر نداره، و بعد به جای درمان هم برای شکنجه فرستاده میشه به تیمارستان مرکز اعصاب و روان رازی یا همون امین آباد که من خودم شخصا در اونجا کارورزی کردم، و اونجا بیمارستان نیست، اونجا از زندان انفرادی و شکنجهگاه هم بدتره. اون هم برای بیماران روان شدید و خطرناک قرار میگیره. یعنی نه، حتی اگر کسی رو برای درمان هم بفرستن، میفرستن به جایی که بیشتر حالش رو بد بکنه. آمپولی به این فرد میزنن که تا چندین روز اصلا نمیفهمه چه اتفاقی میفته، در حالی رو که اون آمپول رو فقط باید به بیماری بزنن که دچار جنون هست، جنون شدید هست، سایکوز شدید هست. این کاریه که به صورت سازمان یافته داره انجام میشه. و از اون سو باز هم وقتی ما نگاه میکنیم، این فشارهایی رو که داره بر زندانی میاد، همزمان عیناً این فشارهای روانی به خانواده منتقل میشه و باعث نابودی افراد خانواده های زندانیان هم میشه. و خب این رو هم من الان باید بگم، دوستان هم تاکید کردن که اگر میشه هر کسی یک توییت بزنه، یک پست بگذاره. ببینید جمهوری اسلامی دیگه طیفی، طبقه ای، سنفی، اتنیکی، اقلیت مذهبی باقی نذاشته که یک زندانی نداشته باشه. الان چه کسی توی ایران به جز وابستگان به حکومت میتونه بگه که بیاد خودش رو تعریف کنه در اون کاتگوری های هویتی که جا میگیره و بگه بالاخره من یک نفر آدم رو ندارم که مشترک باشه با من و الان در زندان نباشه؟ و این مسئله خیلی گسترده است و این استفاده این برای کشتن زندانی ها، برای شکنجه زندانی ها، من خاطره ای رو تعریف کنم از همین دراویشی رو که خب تعداد بیش از 300 نفر درویش دستگیر شده بودن، اسم نمیارم ولی ازشون این خاطره رو بگم که این فرد دچار حمله نقرس میشه و من خودم چون نقرس دارم میدونم چه درد کشنده ای داره. و حتی نه تنها داروهای نقرس بهش نمیدادن، داروی مسکن هم به اون نمیدادن، طوری که گریه میکرد و میگفت پای من رو قطع کنید. درد کشنده ای رو که نیاز به مسکن های بسیار قوی داره. آرش صادقی درد سرطان یه درد عادی نیست، یک درد کشنده است. هیچ مسکن عادی روش کار نمیکنه ولی محرومه. زینب جلالیان را محرومش کردند از داروهاش برای شکستنش. سمانه نوروز مرادی با بیماری هایی که داره، این همه افرادی رو که در زندان هستن و عملا اینها رو دارن به قتل میرسونن. یعنی در مورد حالا خیلی اسم آرش رو آوردیم به این خاطره که عملا دارن آرش صادقی رو میکشن. اینها عملا دارن آرش صادقی رو میکشن بدون هیچ دارو درمانی. و باید در مقابل این ایستاد، باید نگذاریم قلبشون از تپش وایسته و باید این شیوه شکنجه و قتل در واقع خاموش و مخفی جمهوری اسلامی رو که هم برای شکنجه استفاده میشه هم برای قتل رو به صورت جهانی ما بیایم افشا بکنیم، کاری که کمیته خب سالهاست داره انجام میده. باید فشار بیشتری بذاریم، در مورد همه بنویسیم، در مورد خصوصا به زبانهای دیگه. دوستانی رو که در کشورهای دیگه هستن به زبانهای کشور خودشون، با گروههای کشورهای خودشون ارتباط برقرار کنن. و این باید روشن بشه که محرومیت از دارو و درمان به صورت سیستماتیک برای شکنجه و قتل زندانیانهای سیاسی عقیدتی در ایران داره استفاده میشه و این مسئله ایه که کم هم اتفاق نیفتاده. به مواردش رو هم اشاره کردید، افرادی که سالها در زندان هستند، مرحوم دکتر محمد ملکی که در آخرین بازداشتشون در 60-70 سالگی با سرطان بازداشت شدن به زندان رفتن،
و خیلی های دیگه، خیلی های دیگه. الان ارژنگ داوودی که سالهاست توی زندان بیماره، سعید ماسوری که سالهاست در زندانه و بیماره. من دارم به همه طیف‌ها اشاره میکنم که نگن این گروه اون گروه، از درویش گناهبادی، از کردها، از سلطنت طلبها، از شرق، از همه، با همه این کار رو میکنن و مختص هیچ گروه خاصی هم نیست. این نشون میده که پس سیستماتیک، روش سیستماتیک شکنجه و قتل زندانیان سیاسیه و متاسفانه ما باید در روز ولنتاین از این مسائل صحبت بکنیم، در روزی که باید عشق ورزی بشه، در حالی که الان زوجهای زیادی هستن که هر دو در زندانن، یا به هر حال شما دوستانی رو که یا یکیشون در زندانن، به هر حال همه ما دنبال کننده های خانواده های زندانیان سیاسی در شبکه های اجتماعی هستیم، داریم زجر و دردشون رو میبینیم. من توییت های پدر پریسا رفیعی، پدر آتنا دائمی رو که میبینم، خواهران آتنا دائمی، توییت های مریم کریمی برای آتنا دائمی، این فشار نه حتی به خانواده، این داره دوستان این افراد رو هم نابود میکنه. ما هممون یا تجربه زندان، فکر کنم اعضای کمیته همه یا تجربه زندان یا دوستان زندانی داشتیم و ما میدونیم چقدر تلخه. من زیاد هم صحبت نکنم، دوستان زیادی هستند. متشکرم از دعوتتون. مرسی که دعوتمون رو قبول کردیم. متشکرم، ممنون. پاینده باشید. خب دوست دیگرمون معصومه خیرالله زاده، یکی از فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که امیدوارم اینجا باشن و اگر هستن لطفاً پیامی بفرستن تا من بتونم دعوت کنم. معصومه خیرالله زاده عزیز هستید که من شما رو به برنامه بیارم، یا اینکه خب تا بله من دوست دیگرم رو دعوت میکنم. افضل رضاییان، فعال کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، که امیدوارم البته امیدوارم اینترنتش طوری باشه که بتونه بیاد. من نگاه میکنم. بله خب من منتظر میمونم تا دوستمون بیان. سلام. سلام، خوش آمد میگم. سلام به همه عزیزانی که دارن ما رو میبینن و دارن برنامه شما رو میبینن. من زیاد صحبت نمی کنم. فکر کنم خانوم معصومه هم با اسم خردندیش هستن و دارن پیام میدن. شما ندیدینشون. من نمیخوام زیاد صحبت کنم چون مطالب اصلی رو همه دوستان گفتن و فکر میکنم وقت زیادی هم نباشه برای صحبت کردن. فقط میخواستم یه اشاره کوتاهی بکنم به اینکه چرخه استبداد توی جمهوری اسلامی و قبل از اون به هیچ عنوان و هیچ وقت قطع نشده، ولی هیچ وقت این حجم از فشار و شکنجه روی فعالین سیاسی و روی اندیشه ورزان وجود نداشته. در حقیقت این فشار، ما امروز اینجا جمع شدیم تا با همدیگه در مورد یک مناسبت صحبت کنیم و بگیم در این مناسبت به یاد زندانیان سیاسی باشیم، به یاد کسایی که اندیشه ورز بودن توی کشور ما و اندیشه دیگه ای داشتن، اندیشه خارج از جامعه، فرق نمی کنه چه اندیشه ای، به یاد اونها باشیم.
به یاد کسایی که به خاطر قومیت، عقیده، به خاطر سلائق زندانی شدن، به یاد اونها باشیم. و حالا که اونها در زندان هستن، وظیفه زندانبان محافظت از زندانیه، چه زندانی بیمار باشه، چه زندانی به اصطلاح دارای مشکلات جسمی روانی و هر چی که باشه، وظیفه زندانبان محافظت از اونه و رژیمی که این کار رو انجام نمیده یا به قول دوستان که واقعا درست گفتن، داره به صورت سیستماتیک با این وسیله زندانی رو شکنجه میکنه. این کار نه تنها خارج از عرف و خارج از اصوله، بلکه یک عمل خارج از تمام چارچوب های انسانیته. چون وقت زیادی ندارید و مهمان دیگه هم دارید، من خداحافظی میکنم و از لایف خارج میشم. مرسی، مرسی که دعوتمون رو قبول کردیم. و خانم معصوم خیراللهی عزیز، یکی دیگر از فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، از شما دعوت میکنم که به برنامه بیاین. ممنون. ما منتظر هستیم که شما رو در برنامه بیاریم. سلام و خوش آمد میگم به شما. صدای منو داری؟ سلام بهار جان، الان فکر کنم صداتون بیاد. خب بفرما صحبت بکن، پیامت رو بده. سلام میکنم به تمام عزیزانی که بیننده این لایف هستن. امروز میخواییم در مورد ولنتاین صحبت کنیم. 26 بهمن ما مصادف با روز ولنتاین هستش، روز عشاق، روز دوستی، روز عشق ورزیدن، روزی که همه به هر طریقی به عزیزانش این روزو تبریک میگه، به همدیگه عشق میورزه و کنار عزیزان هستن. ولی کسایی هم هستش که تو این روز این عشقشون رو از دست دادن، مثل پرواز 752 اوکراینی یا مثل کشته شدگان اعتراض سال 88 یا 98 و یا کسانی که بیگناه اعدام شدن. اینا هم خودشون عزیزان کسی بودن و عزیزانی داشتن. از اونجایی که جمهوری اسلامی مخالف آزادی بیانه و مخالف حقوق بشر هستش، خیلی از عزیزان و جوانان ما که اعتراض به این حقوق بشر یا اعتراض به آزادی بیانی که نداشتن میکردن، توسط این رژیم دستگیر شدن و الان در زندان ها به سر میبرن. زندان هایی که کوچکترین حق و حقوقی برای اینها قائل، کمترین حقوقشون که همون داشتن ملاقات یا دارو درمان هستش، از اینا محروم هستن. که الان باید در کنار هم باشن، به هم دیگه عشق بورزن، متاسفانه الان دور هستن و در زندان به سر میبرن. و یا گویا اینترنت برای معصومه عزیز ضعیف هست. معصومه خیرالازاده عزیز، ما صدای شما و تصویر شما رو نداریم، قطع شده. چند لحظه مکس میکنم. بله قطع شد متاسفانه، اینترنتشون ضعیفه و ما هم دیگه مهلتی نداریم و باید متاسفانه این دوست عزیز رو نتونستیم تا آخر بشنویم. و من باید اینجا از همه شما تشکر کنم که در برنامه
شرکت کردین و با کامنت هاتون و همینطور با دعوتی که کردین و به برنامه اومدین ما رو حمایت کردین. در مورد تومار هم برای امضا اینجا چند بار دوستان نوشتن و حتما ما در مدیاهای اجتماعیمون در زیر پست ها و همینطور همین پست این تومار رو برای امضا میذاریم و لطفاً برین و امضا کنیم. صحبت دیگه ای ندارم، وقت تموم شده. شب و روز بر همه شما عزیزان.